زمانی که با همش تهدید می شدیم که بچه رو از شما می گیریم و در نهایت مجبور شدیم که کشورمون رو ترک بکنیم و ما دوست نداشتیم که کشورمون رو ترک بکنیم ولی مجبور شدیم، چاره دیگه ای نبود. علوم پزشکی خودش منو اخراج کرد، حتی قبل از صدور حکم تمام 18 سال سابقه کاری منو نادیده گرفتن و منو به خاطر ایمان به عیسی مسیح اخراج کردن. یه روز گرم خیلی تابستونی ساعت 6 و نیم صبح بود که دیدیم در رو میزنن. من فکر کردم که حالا مأمور پستی بر آبی چیزیه، ولی یه دفعه 12 نفر وارد خونه شدن و من خیلی نگران بچه‌ام بودم و ازشون خواهش کردم که اجازه بدن کسی رو پیدا کنم که بتونم بچه‌مو بهشون بسپارم، ولی قبول نکردن. توی اتاق بازجویی بودیم، همون جوری که مثل توی فیلم ها هستش، یه اتاق آینه شیشه‌ای بود که اون طرفش معلوم نبود و یه پروژکتوری که توی صورتم بود و یه فرمی جلوی من گذاشت و گفت که بنویس اسم کسایی که توی کلیسای شما بودن، کیا بودن، چی کار میکردین. بعد خب منم اسم یه سری از اسامی رو که قبلا میدونستم که کسایی بودن از کشور خارج شده بودن. نگران بودم و همش دعا میکردم و میگفتم که خدایا عیسی مسیح، تو این بچه رو به من دادی و تو خودت این بچه رو برای من محافظت کن و این بچه رو به من برگردون. الان توی جایی که هستیم خب هنوز به اون شرایط استیبل نرسیدیم و توی شرایط خیلی سختی هستیم، ولی خب از اینکه خداوند داره به عنوان یه مادر، یه همسر توی این شرایط سخت از من استفاده میکنه و من میتونم که به زنهای دیگری که اونا هم توی شرایط سخت هستن مثل من خدمت کنم و بهشون کمک کنم، خیلی خوشحالم و احساس میکنم که آدم بی استفاده ای نیستم در این شرایط، که خدا داره از من استفاده میکنه از این طریق که بتونم اون به زنهایی که قلبشون شکسته و هویتشون رو جمهوری اسلامی پایمال کرده بتونم کمک کنم. Oh,